خب اگه میخوای از طریق فروش پیج اینستاگرام و کانال یوتیوب و پیج تیک تاک کسب درآمد دلاری بکنی ویدیو فوق رو از دست نده های واتس اپ اول هستم خب همونطوری که در ابتدای ویدیو گفتم امروز میخوایم یک روش فوق رو معرفی بکنیم که از طریقش میتونید پیج اینستاگرام کانال یوتیوب و پیج تیک تاکتون رو به دلار بفروشید ببینید دو قسمت رو قبل از این منتشر کردم که تو قسمت اول پیج اینستاگرام میفروختیم تو دو قسمت دوم دو علاوه بر که میتونستیم پیج اینستاگرام رو بفروشیم میتونستیم خدمات اینستاگرام رو بفروشیم مثلا کامنت بفروشیم لایک بفروشیم و چیزهای دیگه و حتی میتونستیم پیج توییتر رو هم بفروشیم در واقع آموزش خیلی خوبی بود اون قسمت رو هم از دست ندیم من لینک دو آموزش رو داخل توضیحات همین ویدیو قرار میدم بعد از تماشای این ویدیو برید اونا رو هم حتما ببینید خب داخل این آموزش علاوه بر اینکه میخوام بهتون یاد بدم که چطوری بیاین پیجتون رو بفروشید در ابتدا میخوام بهتون بگم که چطوری فالووراتون رو افزایش بدین ببینید این سایت خارجی هم طبیعتا ما نمیتونیم پیج ایرانی خودمون رو به اونا بفروشیم مگر اینکه در موارد نادری باشه بیایم یک تعدرات ایجاد بکنیم و افراد نفهمن ببینید میخوام اول بهتون بگم که چطوری فالووراتون رو ببرین بالا یک پیج رو از پایه درست بکنید محتوای خارجی درست بکنید و در انتها هم اون رو بیاین داخل این سایت قرار بدین و سایتی که قبلا معرفی کردم و سایتی که در آینده هم باز معرفی میکنم قرار بدین و بفرچید و بتونید هفته یک درآمد خوب دلاری رو کسب بکنید از طریق ساخت پیج اینستاگرام و ارزش فالوورش و فروش اون ببینید بهتری که فکر نزنید من میخوام روش های واقعی رو داخل آموزش بهتون بگم شما اگر بیاین داخل هفت روز هفته روزی چندین ساعت دیگه بستگی به خودتون داره توانایی خودتون داره من آموزش ها رو بهتون میدم شما شاید یکی دو هفته اول شاید مثلا پیج اول بخوان ورسونش به 5 کا تا 10 کا یکم براتون زمان بره ولی وقتی که با تجربه شدین دیگه همزمان میین دو سه تا پیج رو با هم میسازید و سر همون دو سه تا پیج همزمان کار میکنید سر یک هفته سر یک دو هفته یا یک ماه شما نهایتاً چهار تا پیج رو بردین تا ده کا فالوور تو یک ماه و میان اون چهار تا پیج رو میفروشید خب الان میخوام بهتون یاد بدم که چه کار باید بکنیم بریم از پایه شروع بکنیم که چه کار باید بکنیم خب قدم اول اینکه که شما بیاین محتوا و موضوعی که میخواین روش کار بکنید مثلا میگن نیچ مارکتینگ بیاین روی یک موضوع خاص تمرکز بکنید و روی اون موضوع رشد بکنید ببینید مثال میزنم شما مثلا میخواین روی مدل کار بکنید میخواین روی مثلا کتاب کار بکنید خیلی ها مثلا حتی هم این نگاه کردن به عکسای کتاب هم خوششون میاد ببینید ایده به کار ببرین چیزایی که استفاده نشده مثلا اگه شما بیان از کتاب استفاده بکنید احتمالی که پیج هایی که مربوط به کتابخانی و این چیزا هستن بیان پیج شما رو بخرن اگر مدل استفاده کنید پیج هایی که مثلا مال مزون و لباس و چیزایی اینطوری اصلا بیان پیج شما رو میخرن فکر بکنید مثلا پیجایی که در مورد مثلا رقص هستن یه پیجایی رو مشخص بکنید که جامعه ای هم باشه که بیاد بخرش از شما نرید مثلا یک پیجی رو درست بکنید یک محتوایی رو تولید بکنید که در واقع خریدارش کم باشه چیزی درست بکنید که خریدارش هم زیاد باشه دیگه شما آزادی به عنوان مثال بیاین یک پیج تزئینی درست بکنید مثلا نمیدونم دکور این چیزها درست بکنید فقط محتوایی که دکوره رو داخل اون پیج قرار بدید اصلا نیازی نیست شما بیان محتوای فارسی داخلش بنویسید خیلی راحت بهتون میگم که از کجاها عکس بگیرید از کجاها فیلم بگیرید ببینید این استاگرام یک در واقع برنامه که کپی زیاد قوی نیست مثل یوتیوب شما الان مثلا ببینید داخل اون پیج آهنگ سوس پخش میشه نمیدونم این ورور هر که شما دوست دارید میتونید پخش بکنید زیاد کپیرایتش جدی نیست تو این استاگرام داره ولی مثل یوتیوب نیست خب از این طریق شما میتونید تو استفاده بکنید خیلی راحت پیجتون رو ببرین بالا پس نکته اولین که یکی موضوع خاص رو مشخص کنید و روی همون موضوع تأکید بکنید به عنوان مثال من دکور رو میگم خب الان میخوایم محتوای دکور رو پیدا بکنیم چه کار بکنیم خب این سایت پینترست این سایت فوق است یعنی شما داخل این سایت ایده ها رو میبینید یعنی بهترین چیزها به نظرم داخل این پینترست من خودم از این پینترست خیلی استفاده میکردم قبلا ببینید شما هر موضوعی که اینجا جستجو بکنید براتون میاره بهترینا رو میاره ایده ها رو میاره جدید ها رو میاره شما میتونید از این اکس ها رو دانلود بکنید و بزنید داخل پیج اینستاگرامتون هیچ کی هم نمیفهمه من گفتم مثلا میخوایم در مورد دکور صحبت بکنیم من مثلا اینجا مینیسم دکور خب ببینید شما حتی مثلا میتونید دکور مبل بزنید یا هر نوع دکوری ببینید این عکس ها فوق الان خیلی داخل همین ایران دارن با همین عکس ها در واقع محتوایی رو به نام خودشون ساب میکنم فالووراشون افزایش میدن می من دیدم مثلا اگر اشتباه نکنم مثلا میگه این محتوا رو میذاره بعد میگه نظرتون در مورد این چیه شما برای اینکه افزایش فالوور بدیم باید یک کال تو اکشنی هم حتما قرار بدین در ادامه بیشتر توضیح میدم ببینید به عنوان مثال این عکس خب این یکی دکوری مثلا یا این حالا هر کدوم روش که کلیک بکنید صفحه باز میشه الان من باید ثبت نام بکنم خیلی راحت شما میتونید اینو دانلود بکنید ببینید اگر رو نصب بکنید اپ پینترست خودش دکمه دانلود رو داره راحت دانلودش میکنید خب داشتم گفتم، ببینید شما اپ رو که نصب بکنید میتونید خیلی راحت روی دکمه دانلود کلیک بکنید الان اینم ثبت نام بکنید داخلش میتونید راحت دانلود بکنید خب ببینید در کل میخوام بگم برای اینکه راحت باشین دیگه ثبت نام هم نکنید یک سایت رو بهتون معرفی میکنم پینترست ویدیو دانلودر دات کام ویدیو دانلودر دات همین رو داخل گوگل جستجو بزنید همین همین رو بزنید براتون میاره فقط کافیه که به عنوان مثال آدرس این سایت رو کپی بکنید آدرس همین صفحه رو کپی بکنید و بیارید بزنید اینجا این آدرس اون صفحه است من کپیش کردم وردم گذاشتم اینجا و دانلود رو میزنم خودش برام اکس و دیگه میاره راحت دانلودش کن حتی فیلم هم باشه راحت میتونید دانلودش کنید خیلی راحت اینجا سیو ایمیج رو میزنید و دانلود میکنید خیلی راحت ببین ویدیو داره عکس داره این پینترست شما میتونید ازشون استفاده بکنید رو همینا هر کدوم از اینا میتونه یک پست برای شما باشه خب بهتون یاد دادم که چطوری محتوا رو پیدا بکنید یه جای دیگه که میتونید محتوا پیدا کنید همین یوتیوبه خیلی راحت وارد همین یوتیوب بشید و هر محتوایی که میخواین داخل این هست بزنید دکور براتون میار خیلی راحت من بزنم دکور بیاد ببینید خب دیگه دانلود یوتیوب هم خب دیگه همه بلدن نکته که وجود داره برای اینکه پیشرفتتون بره بالا حداقل با روزی یک پست رو بزنید ولی اگر میخواین تخصصی کار بکنید و سریعتر فالووراتون بره بالا حداقل روزی سه تا پست رو بذارید تو تایم بندهای متفاوت و نکته اساسی این که هر روز هر روز پنج تا استوری رو هم بذارید هر روز پنج تا استوری رو هم بذارید بریم در ادامه خب یه مروری بکنیم گفتیم که شما اگر بخواید فروشتون بره بالا باید محتوایی رو انتخاب بکنید که در واقع جامعه هدفی داشته باشه در واقع مشتری براش باشه که بیاد پیج شما رو بخره مثلا گفتم دکور محتوای خوبی مثلا خودتون دیگه فکر بکنید در مورد کتاب چیز خوبیه و در ادامه اومدم بهتون گفتم که چطوری محتوا رو پیدا بکنید فعلا دو تا سایت رو بهتون معرفی کردم پینترست و یوتیوب در ادامه یعنی قسمت های بعدی اینم منتشر خواهد شد بهتون سایت دیگه هم معرفی میکنم که داخل اونها هم بیاین پیج اینستاگرامتون رو بفروشین تا الان سه تا سایت معرفی کردم سایت هایی که داخل این زمین هستن زیاد هستن این افزایش فالوور و این موارد رو داخل هر ویدیو قسمت به قسمت آموزش میدم داخل دو قسمت اول یه نکاتی رو گفتم تو این قسمت سوم هم یه سری نکات رو میگم پس گفتم که داخل این دو تا سایت بریم محتوا پیدا کنید و در قدم بعدی حتما حتما روزی یک تا سه تا پست رو بذارین و قدم بعد حتما روزانه 5 تا استوری رو بذارین که اینکه شما سیگنالی میفرستید به اینستاگرام که دارین کار میکنین فعالیت میکنین پیجتون الیکی نیست یعنی اینکه بیان یک پیج شخصی باشه و سرگرم باشه پس حتما پیجتون روی حالت بیزینس یا هم قرار بدین سویش تو بیزینس یا سویشتو تو کریئتور خب نکته بعدی اینکه حتما و حتما ببینید دارم میگم حتما و حتما پیج هایی که مرتبط با حوزه کاری خودتون هستن رو حتما فالو بکنید ببینید مثلا دارین در مورد دکور میگین بریم پیجی که در مورد دکور کره فالوش بکنید پستاش لایک بکنید کامنت بذاریم براش خیلی راحت ها یه هشتگ دکور که بزنید براتون میاره برین اون را رو فالو بکنید لایک بکنید ببینید در مورد هشتگ داخل فیلم شادو بن نشویم یه چیزی با این عنوان بود چه اون شادو من خارج بشه اونجا کامل در مورد استراتژی های هشتگ گفتم خب در ادامه دارم میگم اون رو حتما ببینید در ادامه دارم میگم که ببینید هشتگ ها رو میزنید دکور رو میزنید براتون اون پست پیج هایی که در واقع در مورد اون دکور هستن براتون میاره اونها رو فالو بکنید لایک بکنید پست هاشون رو کامنت بذارید و بعد از اینکه این کارا رو بکنید خیلی میان به سمت شما یه نکته هم همینجا بگم ببینید شما میتونید خیلی راحت با فالو آن فالو فالوور رو ببرین بالا و به فروش برسونید فقط داخل این فالو آن فالو کردن ها یک نکته رو حتما در نظر داشته باشین که اینستاگرام این محدودیت این هایی داره فکر کنم هر ساعت بیش از 60 تا رو نمیتونید فالو آن فالو بکنید یعنی یک ساعت اگر 60 نفر رو فالو کرد 59 نفر 60 نفر رو فالو کردی دیگه ادامه ندید ببینید فالو یکی آن فالو هم کردن یکی یعنی یه فالو کردن یا آن فالو دو تا حساب میشه در مجموع 60 تا نباید گذر بکنید یک ساعت این کارو کردین دیگه رها بکنید تا ساعت بعدی همینطوری 60 تا 60 تا همینطوری فقط این نکته رو بگم اگه میخواین فالووراتون خیلی به شدت یعنی بره بالا بهتره که فالو آنفالو فالو نکنید وقتی که فالو آنفالو فالو میکنید خوب نیست واقعا ضرر میکنید پستاتون تو هشتگان نمیره در واقع دارین خودتونو بیشتر به سمت شادومن میرسونید یا ای حال از اینطوری داره ولی خب اینکه فالوورها در ابتدای کار سریعتر میرن بالا آره یعنی شما تو هفته اول شاید بتونید 2000 تا فالوور رو از طریق فالو آنفالو به دست بیارید ولی میگم خب شما مثلا 5 تا پیج رو داخل موزعات متفاوت درست بکنید این 5 تا پیج همدیگر رو حمایت بکنن یعنی مثلا یک هفته اول که درست شده هفته دوم همدیگر رو تبریک بکنن همینطوری ادامه بدن بعد تو یک ماه شک نکنید شما میتونید اگر خوب محتوایی که بهتون گفتن همینا رو بذارین داخل یک زمان بندی درستی یعنی مثلا هشت صبح مثلا 5 بعد از ظهر شب دقیقا تو همان زمان همون زمان در واقع پست رو منتشر بکنین و هر در واقع هر 4 پنج ساعتی یک بار یک استوری رو بذارین شک نکنید تو یک ماه بیش از 10 کی فالوور رو میگیرید اگر واقعا این کارا رو بکنید محتوا رو خب بهتون نشون دادم هشتگ درست رو هم بزنید میرسید ولی اگه میخواین خیلی سریع برسید خب همون ابتدا بیم فالان فالو بکنید و این فالان فالو کردنتون هم در نظر بگیرید که باید مرتبط رو فالان فالو بکنید و نکته بعد اینکه زیاد فالان فالو نکنید که معدود بشین اگه بخوام یک جنبندی بکنم بین فالان فالو و طبیعی رفتن من طبیعی رفتن رو پیشنهاد میکنم چون تو یک ماه شما میتونید پیج خیلی ارزشمندتری از پیجی که فالان فالو چون فالان فالو بکنید طرف ممکنه 100 درصد میگم فالان فالو میکنین طرف نمیاد زیاد تعامل بکنه باد و پیجت رو در واقع پستات رو سخیره نمیکنه شیر نمیکنه و حتی شا لایک هم نکنه ولی وقتی که طرف خودش میاد شک نکنه پستت رو لایک میکنه ذخیره میکنه شیر هم میکنه این دیگه انتخاب با خودته که میخوای سریع به فالوور بالا برسی و بفروشیش یا میخوای داخل مثلا اون یک ماه که همزمان پنج تا پیج رو اوردی همزمان دارن همدیگه رو چیز میکنن به فالووری مثلا 20 کا برسه درست و زحمت بیشتری میخواد نسبت به اون و البته این نکته هم که وجود داره شما میتونید مثلا از این پنج تا پیج یکی از پیجا رو از طریق فالو فالو ببری بالا و تبلیغ بدی برای بقیه دیگه دست خودت ایده های خودت روش های افزایش فالوور خیلی زیادن نکات خیلی زیادن فکر میکنم تا برای این قسمت کافیه این نکاتی که بهتون گفتم اینکه ما بیایم یک پیج رو بزنیم داخل یک موضوع, یک موضوع خاص محتوا رو بهتون گفتم چطوری به دست بیارید هشتگ گذاری بکنید ببینید یک چند تا پست اولتون رو سی تا هشتگ بزنید بعد هشتگ ها رو کم بکنید در حد 10 تا 8 تا قرارشون بدین بعد همینطوری بیاین جلو پنج تا پیجی که زدین رو با هم دیگه تبلیغ کنید عجله نکنید ببینید عجله نکنید یعنی چی میگم یعنی صبور باشه شاید یکی دو ما طول بکشه به 5 تا 10 کا برسن بس دیگه محتواتون داره میرسن بالاخره و شما الان من قیمتا رو بتون نشون میدم شاید یک پیجی که 5 کا داره فکر کنم 500 600 دلار میتونیم به فروش برسونش که درآمد فوق العاده ای و جامعه هدف رو هم در نظر بگیرید موضوعی رو انتخاب کنید که در واقع مشتری زیاد داشته باشه خب دیگه به نظرم نکات این قسمت کافی بود فکر کنم نکات خیلی خوبی رو گفتم و یک نکته بگم در آخر حتما روزی 5 تا رو بذارید بریم نشون بدیم که چطوری میتونیم پیجمون رو بفروشیم ببینید سایتی که میخوام امروز معرفی بکنم f a m e s w a همین همین رو نگاه بکنید .com شما میتونید اکانت اینستاگرام، کانال یوتیوب و اکانت تیک تاکتون رو داخل این سایت بفروشید ببینید این 6 روز پیش اومده این رو اضافه کرده 25 کا فالوور داره 1200 دلار یا مثلا یکی یک هفته پیش 257 کا فالوور داره 9000 دلار ببینید بروز آل لیستینگ رو که بزنم برام میاره همه رو و نکته دیگه که وجود داره این قسمت بهتون نشون بدم تراس پایلاتش میبینید که امتیازهای خیلی خوبی رو ورده این سایت میبینید که همه هم اینا یه تعداد نمونه که ورده اینجا کامل سایت مطمئنی بوده تا الان که خوب بوده از سال 2013 تا الان داره کار میکنه طبق ادای خودش یه سیستمی که داره سیستم اسکرو سرویس من روش بزنم بهتون بگم جریان چیه خب قبل از که بریم اسکرو سرویسش رو ببینیم قسمت ببینید شما میتونید پیجای اینستاگرام یوتیوب تیک تاک اینجا بیاین بخریم ولی خب ما میخوایم بفروشیم من به عنوان مثال دارم بهتون نشون میدم کاتگوری ها رو ببینید این کاتگوری ها هستن شما بیاین از این کاتگوری هایی که اینجا نوشته مثلا ببینید کدومشون مثلا فود به نظر من فود خوب میتونه باشه یا مثلا تو خارج کشور شاید حیوانات و سگ خوب باشه یا مثلا بخش آموزش یک موضوعاتی رو انتخاب بکنید که در واقع فروششون بالا باشه مشتریشون زیاد باشه این الان همه رو آورده من به عنوان مثال بخش مثلا همین فود رو بزنم خب این پیجی که در مورد فودن مثلا 5 کار رو زده 100 دلار 6 کار 100 دلار خب این قیمت رو خودتون تعیین میکنید بعد مثلا الان یک میلیون هم حتی داره میبینید همه نو پیجی هست ببینید اینجا پیج اینستاگرام یوتیوب تیک تاک خب و یه قسمت دیگه داره فیلترها اسکرو اکسپتد و ایمیل اینکلود من فقط یک توضیح در مورد اسکرو بدم ببینید اسکرو طبق توضیحاتی که خودش داده یک حالت واسطه ایه که در واقع باعث میشه که ریسک در واقع ریسک خرید از بین بره مثلا ببینید ویدیو ریسک چی میکنه؟ ببینید یک کارت واسطه ایه شما میاد در واقع خریدار میاد مشتری می پول پرداخت میکنه میاد پیش این و بعد از اون طرف ما که باشیم بخوایم پیج رو فروشیم هم میاد برای اون چک میکنه ببین همه چی درسته وقتی که درست بود میده در واقع پیج اینستاگرام میده به اون پول میده به ما خیلی راحت باعث میشه که ریسکی از مین بره یک اسکرو سرویسی که آورده اینجا یک توضیحاتی در موردش نوشته میگه مالیات کم میگیره در واقع کمیسیون کم میگیره خب گفته پشتیبانی داره که 24 ساعت 7 روز هفت من داخل این سایت ثبت نام کم ببینید خیلی راحت ثبت نام داخل این سایت بالا نوشته ساین اپ اگه اشتباه نکنم روش کلیک میکنید و نام و کاربری یا ایمیل و تکرار رمز عبور در واقع رمز عبور و تکرار رمز عبور و ثبت نام رو میزنید یک ایمیل ارسال میکنه که بعد اون لینک ارسال کرد روش کلیک بکنید تا پیجتون در واقع اکانتتون تایید بشه و بعد که تایید شد به این صورت میشه ببینید الان ما میخوایم بفروشیم سل رو میزنم ببینید من الان پیجی رو ندارم برای فروش ولی بهتون میگم که باید چیکار بکنید اد نیو لیستینگ فری رو که بزنید قسمت پیج تیک تاک دارین یوتیوب دارین یا اینستاگرام اینستاگرام در واقع اینجا میایین در واقع پیج اینستاگرامتون رو میزنید پیج اینستاگرامتون اینجا میزنید من رو باد نیستم رو میزنید میره مرحله بعدی و مرحله بعدیش هم از شما میخواد که یک کلمه رو به بیو پیجتون اضافه بکنید و تایید رو بزنید ببینن میخوان ببینم واقعا پیج مال شماست یا نه مثلا بهتون اینجا من یه پیجی رو میزنم بعد به من میخواد که داخلش مثلا تو بیو پیج من مثلا بزنم گود فقط کافی همون گود رو کپی بکنم در ادامه بیو پیج هم قرارش بدم و دکمه تایید رو بررسی میکنه آیا اون گود اضافه شده یا نه خب اگه اضافه شد یعنی تایید میکنه که این پیج بله مال منه میره مرحله بعد دیگه مرحله بعد, دیگه بعد دیگه توضیحاتی در مورد پیجتون شما قیمت پیجتون رو بزنید و به این صورت تق... بعد تایید میکنید و بعد میره برای مرحله بررسی ببینید یک گزینه هم داره اسکرو سرویس اون اسکرو رو هم حتما تایید بکنید که دیگه بدون ریسک باشه در واقع فروشتون پول حتما بهتون برسه اگه طرف اومد خرید گول نخورین و نکته بعدی که وجود داره فقط بهتون نشون بدم به روز رو بزنم چون دیگه بخش فروش تموم شده یه چیزی فراموش کردم بگم مثلا من این پیج رو میخوام بخرم 400 دلار اینجا قیمت خود ای زده خب قسمت رو ببینید این قسمت مثلا این پیج رو میخواد بیاد بفروشه خب الان آدرسش هم کامل نزده ببینید میان اینجا پیشنهاد میدن مثلا میگن این به خودش زده 400 دلار خب امروز هم لیست شد قیمت پیشنهادی بهترین پیشنهادی 310 دلار اگه من بیشتر از 310 دلار بزنم مال من سر میشه به عنوان ب... قیمت پیشنهادی بهتر و بعد این باید بیاد تایید بکنه که در واقع این 300 در واقع مثلا اگه من بزنم 320 دلار بزنم من بزنم من خب پیج من فیکه 320 دلار ببینید بهترین 310 من زدم 320 زیر 310 دیگه نمیتونی بزنید خب با من فقط ثبت شد 320 الان این ببینید اینه 320 الان باید خود سایت تاییدش بکنه خب نکته که میخوام بهتون بگم وقتی که 320 تایید شد دیگه بقیه بخوام پیشنهاد بدن باید بیشتر از 320 پیشنهاد بدن و در نهایت فروشنده پیج هم باید بیاد تایید بکنه که بله من میفروشمش به این 320 دلاریه خواستم اینو بهتون بگم که مثلا اگر زدین الکی قیمت های نجومی زدید ایتوری ای هم نیست که حتما قیمت خودتون با فروش برسه میان پیشنهادایی به شما میدن و شما اون پیشنهاد رو قبول میکنید و همچنین که میبینیم مثلا این 36 کا فالوور داره تقریبا بگیم 37 کا فالوور تقریبا 310 دلار رو براش زدنه 300 دلار پول کمی نیست الان نمیدونم چه زمانی دارین ویدیو رو میبینین نمیتونم بگم بر اساس قیمت دلار براتون بیام چنجش بکنم بهتون خب این آموزش هم به پایان رسید اگر از این آموزش خوشتون اومد همین الان روی لایک کلیک بکنین و کامنت بذارین و برای دوستانتون هم بفرستین بذارین که اینا هم یاد بگیرن چطوری میتونن پیج اینستاگرامشون رو رشد بدن و بیان اون رو بفروشن به همین سادگی و سابسکرایب و مشترک شدن رو فراموش نکنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فعال بکنید وقتی که سابسکرایب رو بزنید دیگه ویدیوهای بعدی رو هم از دست نمیدین کانال یوتیوب تریکترای آموزش فوق العاده کسب درآمد حتما توی ناب گیمینگ نکته مهم حتما پیج اینستاگرام رو دنبال بکنید آنلاین تریکترای آنلاین حتما چرا الان دنبالش نکنید دارین ویدیو رو میبینید ولی دنبالش نکردینه. و در پایان تکرار میکنه. ببینید شما اگه بین در واقع هدف گذاری بکنید تو یک ماه پیجتون رو برسونید در 5 تا پیج رو درست بکنی در ابتدا و بگین تو یک ماه من میخوام این 5 تا پیج رو هر کدومشون مثلا 5 تا 10 تا فالوور برسه یکیشون اشکال نداره بیاین با فالو آن فالو ببرش بالا یکیشون رو با فالو آن فالو ببریم بالا اون یکی رو تبلیغ بدیم برای این چهار و بعد دو هفته که گذشت در واقع پنج تا رو حمایت بکنیم با همدیگه دیگه که فالووراشون برن بالا دیگه خودتون دیگه یکم ایده و خلاقیت هم به خرج بدین خیلی کمکتون میکنه هر تو هر قسمت الان صد قسمت گفتم تو هر قسمت ایده های خوبی رو دادم قسمت های بعدی که سایت های بعدی رو معرفی میکنم روش های دیگه ای رو آموزش میدم دیگه حرف باقی نمیمونه فقط کامنت فراموش نکنید حتما کامنت بذارید حتما لایکش هم بکنید تا آموزش بعدی موفق و پیروز و سربلند باشید